سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. نصاب شکنی نیاز مصرف برق در گرمترین روز سال با ثبت حدود 80,000 مگاوات. برای کمک به پایداری شبکه فردا همه ادارات و مراکز دولتی تعطیل شدند. داریم نزدیک میشیم به 80,000 مگاوات. کولرها رو درست استفاده بکنیم میتونه تا 4-5,000 مگاوات کاهش مصرف رو داشته باشیم. خدمت رسانی تا آخرین لحظه. بهره برداری از پایانه های جدید فرودگاهی رامسر و ایلام در ارتباط تصویری سرپرست ریاست جمهوری. خط دوم راه آهن اهواز اندیمشکم با افتتاح 40 کیلومتر پایانی تکمیل شد. آغاز دوره 14 ریاست جمهوری از فردا با برگزاری مراسم تنفیذ. آقای پزشکیان سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد خواهد کرد. در گفتگوی ویژه خبری بررسی می‌کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری به چه معناست؟ آثار تنفیذ رأی ملت چیست و چرا قانون اساسی چنین سازوکاری را در تحقق مردم سالاری دینی پیش بینی کرده است؟ شکوه تاریخی مادها در ایستگاه دهلی نو جهانی شد. ثبت محوطه باستانی حکمتانه در فهرست میراث جهانی یونسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه بفرمایید. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در پی ادامه گرمای کم سابقه همه مراکز، اداره های دولتی و بانک ها در سراسر کشور به جز مراکز امدادی و اورژانسی فردا یک شنبه تعطیل شدند. سازمان بورس هم اعلام کرد فردا معاملات بازار سرمایه شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالایی تعطیل است. دفاتر اسناد رسمی هم فردا تعطیل هستند. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از اجرای طرح ترافیک در پایتخت بدون تغییر خبر داده و اعلام کرده طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 دقیقه تا 18 اجرا می شود. میزان تقاضای مصرف برق 9% افزایش یافت. مدیر عامل توانیر گفته بخش زیادی از میزان مصرف برق سهم وسایل سرمایشی همچون کولر هاست. معاون سازمان ملی بهره‌وری هم گفته تعرفه های الگوی مصرف باید تغییر کند. افزایش دما آن هم در اوج تابستان. هوا چجوری؟ هوا گرم. این چند روز پختی یا نه؟ آره تا دلت بخواد. گرمایی که تقاضای استفاده از وسایل سرمایشی را به شدت افزایش داده. استفاده از کولر بیشتر افزایش میده، استفاده از آب. هر کولر آبی نزدیک در دور کندش 450 وات و در دور تندش نزدیک های 900 وات مصرفشه. تا جایی که این روزها حد نصاب های جدیدی از میزان مصرف برق در کشور به ثبت میرسند. اوج مصرف برق چقدره؟ اوج مصرف برق تو این روزا هولوش 78,000 79,000 مگاوات هست. داریم نزدیک میشیم به 80,000 مگاوات. میزان تقاضای مصرف برقی که نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته. وضعیت انرژی هم در کشور هم همینه. روندش هم نگران کننده است. یعنی شما اگه دوباره همین روند رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید، در 20 سال گذشته میانگین جهانی داره کاهشی پیش میره و ما این در این شاخص داریم به صورت افزایشی میریم جلو و اگر این مسیر رو بخوایم ادامه بدیم، تبعاتی که الان داریم باهاش مواجه میشیم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. انرژی که تنها با مدیریت در مصرف میتواند ماندگار باشد. اینکه جریان برق همچنان پایدار باشه لازمش همکاری میخواد از سوی مردم. راهکار شما نظر بدید، بگین که چیکار کنیم بهتره. دیگه هر کی در چقدر که میتونه یه صرفه جویی بکنه دیگه. وسایل پرمصرف آخر شب استفاده کنن که ما همین کارو میکنیم.
برقای اضافی هم خاموش کنم. سعی میکنم واقعا بیشتر پنکه استفاده کنم به جز یه ساعتهای محدودی که واقعا دیگه لازم هستش کولر روشن بشه. کولر رو دور تون نذاریم، دور متوسطش بذاریم. چون جایی که لازم هستش از اتو، لباسشویی تو ساعتهای پیک استفاده نکنیم. یه جوری کم مصرف کنیم که همه بتونیم استفاده کنیم. به گفته یه مدیر عامل شرکت توانیر، افزایش هر یک درجه دما میزان 1800 مگاوات تقاضای مصرف برق رو افزایش میده. جاسم ثمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. سلام، شبتون بخیر. خب فردا هم روز گرمی خواهد بود، اما این اصلا پایدار نیست. از پس فردا دوشنبه روند کاهشی دما رو بر روی کشور داریم. چیزی در حدود 2-3 درجه سرجم بر روی کل کشور کاهش دما اتفاق میفته، اما فردا همچنان گرم خواهد بود. علاوه بر خطر گرمازدگی و آتش سوزی جنگل ها، یووی ایندکس یا شاخص اشعه ماورای بنفش بالا هستش، پس بنابراین میتونه باعث آسیب دیدن اشخاص بشه، خصوصا برای نواحی مرکزی کشور. اما برای فردا تو این حال هوا بارش هم اتفاق میفته، همین بارش باعث میشه که کاهش 5 تا 6 درجه دما برای سواحل دریای خزر اتفاق بیفته. برای فردا و پس فردا بارش رو در شمال استان آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، در بعد از ظهر در گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق، شمال استان خراسان شمالی و رضوی پیش رو داریم. هرچند پراکنده، اما برای روز بعد یعنی دوشنبه بعد از ظهر در ارتفاعات کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین هرمزگان هم رگبار و رعد و برق اتفاق میفته. وزش باد شدید که میتونه باعث تولید گرد و خاک بشه، برای فردا شدتش در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شدت کمتر در کرمان، یزد، اصفهان، نواحی مرکزی کشور، در استان مرکزی، قم، جنوب سمنان و تهران و همچنین در نقطه مقابل یعنی استان خوزستان و همچنین استان ایلام پیش رو خواهد بود، که در این دو نقطه علاوه بر وزش باد گرد و خاک انتقالی از روی عرار رو هم داریم و پیش بینی میشه فردا تهران دماش به هول و هوش، اگه شانس بیاریم 42 نشه، 41 رو حتما خواهد شد. ممنون از همراهیتون، شب خوش. چند طرح فرودگاهی و ریلی در کشور با حضور سرپرست ریاست جمهوری به صورت برخط به بهره برداری رسید. پایانه‌های مسافری جدید فرودگاه‌های رامسر و ایلام و همچنین تکمیل و دو خطه کردن 40 کیلومتر باقی مانده خط ریلی اهواز به اندیمشک از جمله این طرح است. کل در حقیقت تشکیلات دولت همچنان در حال فعالیت. امروز دولت همچون روزهای اول مشغول کار است. این را سرپرست ریاست جمهوری گفت. این هم جزء نقاط مثبت دولت آیت الله رئیسیه که امروز که تقریبا به روزهای آخر دولت داریم نزدیک میشیم، مثل روز اول داره در حقیقت تشکیلات دولت کار میکنه در همه ابعادش. آقا آخرین ساعت دولت 13 هم همچنان پروژه افتتاح میکنیم؟ الحمدلله بله. خب خدا رو شکر انقدر پروژه داریم وقت نمیشد، از آقای دکتر مخبر وقت خواستیم. در آخرین روز کاری دولت 13 هم شاهد افتتاح 3 پروژه زیربنایی وزارت راه و شهرسازی بودیم. افتتاح این پروژه ها رو آغاز میکنیم با صلوات. ابتدا ترمینال جدید فرودگاه شهدای ایلام با ظرفیت پذیرش 700 هزار مسافر در طول سال. تا کنون 24 پرواز هفتگی رو در واقع پذیرا بوده. این ظرفیت درش ایجاد میشه که بتونه به 6 برابر حدود 148 پرواز هفتگی ارتقا پیدا بکنه. بعد افتتاح ترمینال جدید فرودگاه شهدای رامسر با ظرفیت 600 هزار مسافر در سال. عملا مرز هوایی در کنار این ترمینال جدید و اپرون جدید، عملا فرودگاه شهدای رامسر رو واقعا به فرودگاه بین المللی تبدیل می‌کنم. رامسر یکی از نقاط هدف فرودگاه ما برای مناطق توریستی کشور است. و در آخر خط دوم راه آهن اندیمشک اهواز که در سال 1402 100 کیلومتر از این خط افتتاح شد و امروز 40 کیلومتر دیگر. انشالله که با این افتتاح هم افزایش ظرفیت ریلی بایی رو خواهیم داشت، از حدود 10 میلیون تن به
تقریبا دو برابر حدود 20 میلیون تن و همچنین افزایش سرعت قطارهای مسافری رو تا 100 بین 140 تا 160 کیلومتر بر ساعت ان شاء الله این افزایش رو خواهیم داشت. سرپرست ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور شهید به درستی مهمترین بستر توسعه کشور را توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور تشخیص داد، گفت ایران کشوری پهناور با بیش از 15 همسایه است که این پهناوری و همسایه متعدد ظرفیتی مهم برای توسعه، رشد و ایجاد اشتغال در کشور محسوب می شود. امروز هم به نظرم اتفاق خوبی بود. ما در آستانه 40 هستیم. مردم ما هم گسترده به 40 میرن، هم انگیزه بالایی دارن. وظیفه دولت اینه که بیشترین تسهیلات رو تهیه کنه، تمهیدات رو ببینه. یکی از کارهای خوبی که امروز شکل گرفت، یکی بحث توسعه ترمینال ایلام بود. خب یک در حقیقت توسعه جدی وسیعی پیدا کرده بود. یکی بحث دو خطه کردن اندیمشک به اهواز بود که میتونه بسیار مؤثر باشه توی این قصه. خلاصه پروژه‌ای که امروز در دولت افتتاح شد کمک میکنه به افزایش ظرفیت در حوزه گردشگری و زیارتی. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. در آخرین روز کاری دولت 13 سرپرست ریاست جمهوری در نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور یافت. آقای مخبر در این نشست پس از شنیدن گزارش معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد این وزارتخانه در محرومیت زدایی، کاهش نرخ بیکاری، خارج کردن 6.5 میلیون نفر از زیر خط فقر، بهبود حداقل دریافتی و همسانسازی حقوق بازنشستگان قدردانی کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به اینکه 260 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در دولت 13 تصویه شد، از کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت نام برد. به روایت بانک جهانی، نرخ بیکاری در کشور ما در بهار 1403 به عدد 7.6، یعنی ثبت رکورد تاریخی. بعضی از دوستان میگن بعد از انقلاب، بنده عرض میکنم با آمار دقیق در طول تاریخ چنین وضعیتی ما نداشتیم و این کار کارستانی بود. فردا مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. این 14 بار است که مراسم تنفیذ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و پس از آن دوره 4 ریاست جمهوری آقای پزشکیان به عنوان 9 رئیس جمهور آغاز خواهد شد. نخستین مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اینجا در بیمارستان قلب تهران سال 58. امام بعد از یک عارضه قلبی 2 در بیمارستان بستری است. بنی صدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری می شود رئیس قوه مجریه. از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. یک سال و نیم بعد از این مراسم و عزل بنی صدر، از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده. دومین رئیس جمهور ایران مرداد سال 60 حکم تنفیذش را از امام میگیرد، اما 28 روز بعد از این مراسم می شود نخستین رئیس جمهور شهید. انا لله و انا حالا در مهر سال 60 سومین رئیس جمهور ایران هم حکم تنفیذش را از امام میگیرد. از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است، میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیرونشینهای بیچاره صرف کنند. پس از آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی 4 رئیس جمهور ایران اسلامی می شود. آن هم با حکم تنفیذ آیت الله خامنه ای که حالا شده رهبر انقلاب اسلامی. علاج مشکلات ما
در این است که ما سازندگی کشور رو در کنار تأمین روحیه انقلابی در مردم و حفظ همون صلابت انقلاب، این دوتا رو در کنار هم ببینیم. سال 76 فضای کشور تغییر می کند. محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور با علم فرهنگ و فضای باز سیاسی رأی مردم را از آن خود می کند و حکم تنفیذش را در مرداد 76 می گیرد. آن هم با توصیه ای از جنس جلوگیری از سوء استفاده از آزادی. اجازه ندید که یک عده‌ای به نام آزادی که واقعا باید بر عنوان مظلوم آزادی باید گریست، با چکیه به نام آزادی منکرات را، فحشا را رایج کنند. 8 سال بعد دولتی با خط و مشی متفاوت با دولت اصلاحات روی کار می‌آید و محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور جمهوری اسلامی حکم تنفیذش را از رهبر انقلاب در حسینیه امام می‌گیرد با توصیه‌هایی با کلیدواژه عدالت و پرهیز از تندرد. عدالت را بعضی می‌خواهند با عنوان تندروی متهم و محکوم کنند. عدالت تندروی نیست، عدالت حق‌گرایی است، توجه به حقوق آحاد مردمه. 8 سال بعد رئیس جمهور هفتم روی کار می آید. رهبر انقلاب پس از تنفیذ حکم حسن روحانی به حکم آقای رئیس جمهور او را توصیه به استفاده درست از قدرت می کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از قدرت نیست، به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است. مرداد 1400 نوبت به تنفیذ حکم هشتمین رئیس جمهور میرسد که حالا شده دومین رئیس جمهور شهید، آقای سید ابراهیم رئیسی. شهید ابراهیم رئیسی که رهبر انقلاب با توصیه به مردمداری او را روانه مسیر خدمت به مردم میکند. شعارهای ایشون مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن، در میان مردم بودن تکرار شده. این را از دست نده، این چیز بسیار مهم است. دولت مردمی را که شعار ایشون بود اینو در واقعیت محقق کنند. تا امروز 13 دولت و 13 مراسم تنفیذ برگزار شده و 14 مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فردا در حسینیه امام برگزار می شود تا آقای مسعود پزشکیان بشود 9 رئیس جمهور مردم ایران. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما. حزب الله لبنان ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره هدف قرار دادن شهرک مجدل شمس را تکذیب کرد. رسانه‌های صهیونیست از کشته شدن دست کم 10 تن در پی اصابت موشک به شهرک مجدل شمس خبر دادند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد در این حادثه 34 نفر زخمی شدند. حال 17 نفر از زخمی‌ها هم وخیم است. منابع صهیونیستی از احتمال افزایش تعداد تلفات خبر دادند. برخی رسانه‌ها هم از احتمال اصابت موشک سامانه گنبد آهنین به این شهرک خبر دادند. با همکارم مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گفتگو می‌کنم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. از آخرین خبرها درباره انفجار در شهرک مجدل شمس برامون بگید، خواهش می‌کنم. آقای ظهوریان، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. حزب الله لبنان در از صبح امروز تا الان 12 بیانیه صادر کرده از انجام 12 عملیات تهاجمی علیه پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده. یک اطلاعیه بسیار مهم هم صادر کرد. همونطور که شما گفتید، حزب الله در این اطلاعیه‌اش اعلام کرد هیچ عملیات تهاجمی علیه شهرک مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه انجام نداده. برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که موشک‌های سامانه پدافند موشکی موسوم به گنبد آهنین نظامیان صهیونیست منحرف شده و دقیقاً به وسط شهرک مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه اصابت کرده. برخی از رسانه‌ها شمال مجروحین رو تا 30 و حتی 40 نفر هم گزارش کردند. تعداد کشته‌های صهیونیست‌ها تا این لحظه 10 نفر گزارش شده، اما به اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی شماره
کسایی که به شدت مجروح شدن و احتمال داره که کشته بشن باز هم بیشتر از این ارقام هست. پیش از این حدود 8 ماه قبل ابتدای نبرد طوفان الاقصا بود که سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی منحرف شد و به شهرک صهیونیست نشین اسقلان اصابت کرد. اونجا هم تعدادی از شهرک نشینان صهیونیست کشته و زخمی شدند. رسانه‌ها تأکید کردند که سامانه پدافند موشکی رژیم صهیونیستی بارها و بارها خطاهای اینچنینی و در سرزمین‌های اشغالی داشته. حزب الله در مهمترین عملیات‌های خودش مقر فرماندهی تیپ هرمون نظامیان صهیونیست در پادگان معالی گولان رو با موشک‌های گراد کاتیوشا و موشک‌های فلق خودش دو مرتبه هدف قرار داده. حزب الله با ده‌ها موشک گراد کاتیوشا هم یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در زائوره و مقر فرماندهی گردان سهل نظامیان صهیونیست در پادگان بیت هلر رو هدف قرار داده. همچنین مقر فرماندهی گردان‌های تیپ نخبه نظامیان صهیونیست موسوم به تیپ گولانی رو هم حزب الله در پادگان رامین با موشک‌های برکان خودش هدف قرار داده. پایگاه المناره و همچنین تجهیزات جاسوسی این پایگاه رو حزب الله با پهپادهای انتحاری خودش هدف قرار داده. حزب الله در پاسخ به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مرکب و شهادت دو رزمندش هم تجمع افسران و سربازان نظامیان صهیونیست رو با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری در شمال پادگان یفتا خبر داده. پایگاه‌های جرداه و همچنین پایگاه مسکاف آن و سماقه هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به 8 منطقه مختلف در جنوب لبنان از جمله به کفرکلا و حولا از صبح امروز تا الان حملاتی را داشتند. خیلی متشکرم آقای عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی. شهر ارواح در شمال اسرائیل، این تعبیری است که روزنامه صهیونیستی معاریو برای توصیف وضع این روزهای شهرک اشغالی متولا در شمال فلسطین اشغالی در نتیجه حملات گسترده حزب الله به کار برده. معاریو نوشت در این شهرک فقط 15 صهیونیست باقی مانده و بقیه از آنجا خارج شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش دادند بیش از 30% از ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی که به علت حملات حزب الله مجبور شدند این مناطق را ترک کنند، هرگز به این شهرک‌ها باز نخواهند گشت. بر اساس اذعان صهیونیست‌ها تاکنون 43 شهرک صهیونیستی در مناطق شمالی تخلیه شدند. حملات حزب الله تا به امروز بیش از 1500 ساختمان و خودرو در مناطق شمالی فلسطین اشغالی را هدف قرار داده، 6 منطقه صنعتی را به تعطیلی کشانده و صدها موقعیت و مرکز شغلی را از بین برده است. کشتاری جدید در مرکز نوار غزه. بمباران مدرسه محل اسکان آوارگان در دیرالبله دست کم 36 شهید بر جای گذاشت که چند تن از آنان کودک هستند. بیش از 100 نفر هم در این جنایت زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم است. در حملات به خان یونس هم دست کم 23 نفر شهید و بیش از 89 نفر زخمی شدند. در یکی از این حملات ساختمانی مسکونی در این شهر جنوبی بمباران شد. در حملات به دیگر مناطق نوار غزه از جمله اردوگاه نصیرات و منطقه از زوایده در مرکز و همچنین شهر جنوبی رفح هم دست کم 11 تن به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند. تعداد شهدا به 39258 نفر و شمار زخمی ها به 90589 نفر رسیده است. یک روز پس از حمله به شبکه قطار سری و سیر فرانسه، حرکت قطارها در این کشور همچنان مختل است. شرکت ملی راه آهن فرانسه اعلام کرد اختلال ریلی دست کم تا فردا ادامه دارد. حرکت شمار زیادی از قطارها در برخی مسیرهای این کشور همچنان متوقف است. حرکت همه قطارها هم با 2 ساعت تأخیر صورت می‌گیرد. بامداد دیروز تمامی کابل‌های فیبر نوری که از مجاورت مسیرهای مختلف عبور کرده بودند و انتقال اطلاعات ایمنی رانندگان مانند چراغ‌های قرمز را تضمین می‌کردند، بریده و آتش زده شدند. در پی این حمله هزاران مسافر در فرانسه سرگردان شدند. مقام‌های فرانسه این حمله را برنامه‌ریزی شده و خرابکارانه خواندند. دادستانی پاریس تحقیق در این باره را آغاز کرده است.
کاروان الجزایر در بازی‌های المپیک با انداختن گل در رودخانه سن یاد و خاطره قربانیان جنایت فرانسه در 17 اکتبر 1961 را گرامی داشت. این قربانیان در پاریس تظاهرات کرده و برای استقلال کشورشان شعار داده بودند. افتتاحیه مراسم المپیک امسال روی رودخانه سن. مراسمی متفاوت از سالهای قبل، این بار در خارج از ورزشگاه. برگزاری مراسم امسال اما برای یک کاروان متفاوت تر از بقیه بود. کاروان ورزشکاران الجزایر با شعار زنده باد الجزایر و ادای احترام به بیش از 300 الجزایری مقیم پاریس که 63 سال پیش به دست ماموران پلیس فرانسه به جرم حمایت از استقلال طلبی مردم این کشور کشته و اتفاقا در همین رودخانه سن انداخته شدند. ما این گلها را به یاد شهدای 17 اکتبر سال 1961 به داخل رودخانه سن پرتاب می‌کنیم. زنده باد الجزایر. زنده شدن خاطری پیروزی انقلاب 1961 الجزایری‌ها علیه استعمارگری فرانسه که حالا میزبان المپیک شده. من از مردم الجزایر میخوام که این میراث رو حفظ کنن. این انقلاب میراثیه که مجاهدان و رزمندگان برای ما به ارث گذاشتن. یک سال پس از جنایت فرانسه در پاریس، الجزایر پس از 132 سال استقلال خود را به دست آورد. تا آن روز الجزایری ها طبق برخی آمارها جمعاً بیش از 5 میلیون قربانی تقدیم کردند. اما محاکمه نشدن فرانسوی ها هنوز داغشان را تازه نگه داشته. ما نتوانستیم این جنایت فرانسه را در مجامع جهانی پیگیری کنیم، چون فرانسه در سازمان ملل نفوذ و حق وتو دارد. خاطره تلخ ورزشکاران الجزایری از استعمارگری فرانسه وقتی تلخ در هم می شود که المپیک امسال با پیام صلح در همان کشوری برگزار می شود که با افتخار در یکی از موزه هایش جمجمه 18,000 الجزایری را برای بازدید عموم گذاشته. جمجمه افرادی که تنها جرمشان استقلال خواهی و مقابله با استعمار بوده. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما. اروپا 1.5 میلیارد یورو از اموال روسیه را به اوکراین می‌دهد. بعد از ماه‌ها بحث، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد این مبلغ از سود 210 میلیارد یورو دارایی‌های مسدود روسیه پرداخت می‌شود. این نخستین انتقال پول به کیف از اموال روسیه است که مسکو درباره آن هشدار داده بود. بخش بزرگی از اموال روسیه قرار است برای تأمین سلاح، مهمات و سامانه‌های دفاعی اوکراین هزینه شود و گفته شده مبالغی هم برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ است. سخنگوی کرملین هشدار داده تصمیم اتحادیه اروپا غیرقانونی است و واکنش مسکو را در پی خواهد داشت. انگلیس و آلمان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. تقویت صنایع دفاعی، ارتقای امنیت اروپا و حمایت از اوکراین از موضوعات این پیمان دفاعی است. کشورهای اروپایی نگرانند ورود احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید چتر حمایتی آمریکا را تضعیف کند. نزدیک به 900 روز از آغاز جنگی می‌گذرد که خط مقدم رویارویی روسیه و غرب است. بزرگترین جنگ در خاک اروپا پس از جنگ جهانی دوم. جنگ اوکراین برای اروپایی‌ها اصلی‌ترین نگرانی امنیتی است. چشم امیدشان اما به آمریکایی‌هاست. امیدی که حالا با قوت گرفتن احتمال آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید رنگ می‌بازد. من به رئیس جمهور اوکراین گفتم شما با ماشین جنگی روبرو هستید که هیتلر رو شکست داد و ناپلئون رو زمینگیر کرد. باید به این جنگ خاتمه بدیم. اظهارات ترامپ درباره ماشین جنگی روس‌ها به مذاقشان خوش آمد. شاید خوب باشه که آمریکایی‌ها از صفحات پر افتخار تاریخ روسیه آگاه باشند. تعداد اندکی از مردم عادی و مقامات سیاسی این کشور به خوبی با تاریخ روسیه آشنا هستند.
برای اروپایی ها اما این اظهارات ترامپ نه تنها یادآور تنشی است که در دوره ریاست جمهوریش در روابط دو سوی آتلانتیک رخ داد، بلکه از شکافی خبر می‌دهد که در صورت ورود دوباره او به کاخ سفید تشدید خواهد شد. ما به تضمین‌های امنیتی آمریکا وابسته ایم. اگه ترامپ پیروز بشه این تضمین‌ها زیر سوال میرن. این مشکل سازه، همونطور که در دوره قبلی ریاست جمهوریش هم بود. با این همه بسیاری دیگر در اروپا گمان می‌کنند سردی در روابط با اصلی ترین متحدشان را نباید فقط به پای ترامپ نوشت. ترامپ فقط شکافی را که در روابط دو سوی آتلانتیک وجود دارد تشدید کرد. او فقط نشانه ای از افول روابط دو طرف است. در چنین شرایطی است که اروپایی‌ها به تکاپو افتادند تا برای تامین امنیت دست روی زانوی خود بگذارند، صرف نظر از اینکه چه کسی ساکن بعدی کاخ سفید باشد. درسی که جنگ اوکراین به ما داد این بود که باید همکاری‌های امنیتی در اروپا رو تقویت کنیم. توافقی که میان آلمان و انگلیس امضا شد در همین راستا قرار دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مقاله‌ای در هفته‌نامه تایمز با اشاره به تقابل با روسیه و چین در کنار از دست دادن توجه واشنگتن نوشت، صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا برنده شود، اروپا باید خودش برای امنیتش فکری کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما. فرماندار کالیفرنیای آمریکا چادر زدن بی خانمان‌ها را در اماکن عمومی جرم اعلام کرد. کالیفرنیا بیش از 180 هزار بی خانمان دارد. پیشتر دادگاه عالی آمریکا خوابیدن و چادر زدن بی خانمان‌ها را در اماکن عمومی جرم دانسته بود. فعالان اجتماعی تصمیم ایالت کالیفرنیا را بزدلانه دانسته و آن را موجب پیچیده شدن مشکل بی خانمانی دانستند. با این حال فرماندار کالیفرنیا از مقام‌های محلی خواسته فوری دستورش را اجرا کنند. همکنون وقت آن رسیده که مقامات محلی به قید فوریت این مکان‌ها را از وجود بی خانمان‌ها پاکسازی کنند. برای امنیت و بهداشت عمومی این اقدام ضروری است و هیچ عذر و بهانه‌ای در این خصوص قابل قبول نیست. رفتار خشونتبار پلیس انگلیس با اعضای یک خانواده مسلمان در فرودگاه منچستر و بیمیلی مقام‌های پلیس به پیگیری این موضوع موجب التهاب‌های اجتماعی در این کشور شده است. مقام‌های انگلیس از بیم گسترش اعتراضات وعده پیگیری دادند. انتشار تصاویر رفتار خشونتبار پلیس سفید پوست انگلیس در فرودگاه منچستر با اعضای یک خانواده آسیایی موج گسترده ای از خشم و اعتراض مردمی را برانگیخته و سبب تجمعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی عدالت خواهان شده است. آنچه پلیس منچستر انجام داد همان کاری است که پلیس در سراسر بریتانیا انجام می‌دهد. در این موارد پلیس بیانیه‌هایش را منتشر می‌کند و آنچه را که می‌خواهد حقیقت جلوه کند نشان می‌دهد. گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا مردم بدانند اطلاعاتی که پلیس منتشر کرده دروغ بوده. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که چگونه نیروهای پلیس مسلح انگلیس اعضای یک خانواده آسیایی را در فرودگاه منچستر در حالی که جوانان این خانواده روی زمین افتاده اند در برابر دیدگان مادر مسلمان، مردم و کودکان با پوتین بر سر صورت جوان میکوبد و مردم معترض به این رفتار را با اسلحه تیزر تهدید و با افشاندن گاز فلفل آنان را با خشونت بازداشت میکنند. خانواده دچار آسیب روحی شدند و جوان مصدوم به بیمارستان منتقل شد. وضع سلامت محمد فاخر بدتر شده و سی تی اسکن نشون میده زایعی در مغز اون دیده میشه. پلیس منچستر ادعا میکند افراد بازداشت شده با نیروهایش درگیر شدند و بینی یک پلیس را شکستند. بازدید میلیونی تصاویر این رفتار خشونتبار پلیس و واکنش‌های گسترده به آن، رئیس پلیس، شهردار منچستر و وزیر کشور انگلیس را به واکنش واداشت و پس از اعتراض‌های گسترده اعلام کردند، یک نفر از نیروهای پلیس را از کار معلق کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، در یک سال منتهی به مارس گذشته، بیش از 51 هزار شکایت
از پلیس این کشور به ثبت رسیده که فقط رسیدگی به 1169 پرونده به پایان رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. انفجارهای پی در پی در یک کارخانه تولید فشفشه و ترقه در شرق صوفیه بلغارستان دست کم دو نفر کشته بر جای گذاشت. در این حادثه نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد آتشزا منفجر شد. گفته می شود شدت این انفجارها به حدی بوده که دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفت و شیشه های تعدادی از ساختمان های نزدیک به محل انفجار شکست. طوفان موسوم به گائمی پس از عبور از تایوان و فیلیپین به چین رسید و 300 هزار نفر را در شرق و جنوب این کشور مجبور به ترک خانه های خود کرد. با رسیدن طوفان به چین، حرکت قطارها در منطقه فوجیان متوقف شده. مقام‌های چینی پیش‌بینی می‌کنند طوفان گائمی به جاری شدن سیل در مناطقی از این کشور منجر شود. این طوفان در فیلیپین هم موجب رانش زمین شد و جان 21 نفر را گرفت، 600 هزار نفر را هم آواره کرد. گائمی در تایوان هم دو قربانی گرفت. منظر تاریخی حکمتانه ثبت جهانی شد. در 46مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در هند، پرونده منظر تاریخی حکمتانه از ایران به ثبت جهانی رسید. نخستین پایتخت ایران، 28مین اثر جهانی ایران، حکمتانه یا اکباتان، بقایای پایتخت مادها که بعدها پایتخت تابستانی هخامنشیان و اشکانیان نیز شد. اهمیت پرونده حکمتانه از این حیث است که روایتگر بیش از 3000 سال تاریخ ایران است. ایران تاریخی داره به قدمت بیش از 7000 سال و سابقه بیش از 1,000,000 سال سکونت بشری. امروز نامش همدان است، شهری تاریخی در دل یک شهر امروزی. ما یک راست بازار مادی هخامنشی کشف کردیم. این فضاها بیش و پیش از اون که یادآور خانه سربازان باشن، به دلیل حجره 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 در کنار هم دیگه قرار گرفتنشون و این نظمشون، یادآور بازار اصفهان، بازار کاشان، بازار کرمان و بازار شهرهای دیگه تاریخی ایران. در این شهر تاریخی بقایای معماری، شهرنشینی، فلزکاری و تجارت دنیای باستان همچنان مشهود است. های ساختن ریاضی هندسی، یعنی در محدوده 17.5 در 17.5 متر آثار معماری به صورت برگردان به چپ، به راست، به شمال، به جنوب ساخته شده. این سیستم معماری در دنیا وجود نداره. در نتیجه این تپه حکمتانه از لحاظ معماری در دنیا بی‌نظیر. حکمتانه در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو که در دهلی نو در حال برگزاری است جهانی شد. در این اجلاس تصمیم گیری برای ثبت جهانی 27 اثر نهایی می شود. در این اجلاس همچنین یونسکو محوطه تاریخی سنت هیلاریون در نوار غزه را همزمان با ثبت در فهرست میراث جهانی به عنوان میراث در معرض خطر بشریت معرفی کرده. این مجموعه که به تپه ام عامر هم شناخته می شود در ساحل النصیرات فلسطین واقع شده، یکی از قدیمی ترین صومعه های خاورمیانه که سابقه آن به قرن 4 میلادی باز می گردد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما. مجری طرح خودکفایی گندم از خرید تضمینی 9,317,000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا صبح امروز خبر داد. آقای سهرابی ارزش گندم خریداری شده را 164,000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت تا کنون 53,200 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده. به گفته مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی، این میزان خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته معادل 16% رشد نشان می‌دهد. آقای سهرابی در ادامه هم از ادامه عملیات برداشت گندم در استان‌های با اقلیم سرد خبر داد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت با اشاره به درخواست شرکت‌های خودرویی برای افزایش قیمت گفت درخواست‌ها در مراحل بررسی و تشریفات قانونی است و هیچ گونه مجوز افزایش قیمت و ابلاغ رسمی به ایران خودرو و سایپا داده نشده است. سخنگوی شورای رقابت هم به اقدام برخی شرکت‌ها درباره افزایش قیمت خودروهای تولیدی اینطور واکنش نشان داد. با توجه به افزایش چشمگیر شکایت‌های مردمی در خصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات خودرویی، مرکز ملی رقابت در حال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست و گزارش خودش رو به شورای رقابت بر اساس مصوبه 633 ارائه خواهد داد. قطعاً اگر تخلفی صورت گرفته باشه شورا با اون برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی هنگام درخواست دست چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان برای کسانی که بخواهند دست چک بگیرند اجباری شد. لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده. قرار هستش که به زودی در هفته نخست مرداد ما این اقدام اتفاق بیفته و ابلاغ لازم به شبکه بانکی صورت بگیره. سامانه های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل شدند. بانک مرکزی در نخستین اقدام قرار است ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان را برای درخواست دست چک اجباری کند. تا برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی متقاضیان با مراجعه به وبگاه املاک.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند. سامانه املاک و اسکان سامانه ای است که مجلس برای احراز مکان سکونتی افراد در خدمات مختلف دستگاه‌ها تصویب کرده و همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان باید اطلاعات سکونتی را صرفاً از این سامانه احراز کنند. هر نوع خدماتی که دولت ارائه می‌کنه منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه. بر اساس همین قانون قرار بود اطلاعات سکونتی افراد برای صدور دست چک و افتتاح حساب هم بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه انجام شود و این یعنی افراد برای این خدمات مکلف به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه شوند. مدیران بانک مرکزی در فروردین وعده دادند این اقدام را نخست برای صدور دست چک و سپس برای کارت به کارت راه اندازی می کنند. برای اولین خدمات یکی صدور دست چک رو برای این کار در نظر گرفتیم و یکی هم ثبت کارت در سامانه شاپرک که این دومی رو به صورت هشدار فقط عملیاتیش خواهیم کرد. برای صدور دست چک چون یه فرآیند معمولا چند روزه‌ای هست، اینجا فرصت داره شخص ازش خواهش میکنن در شعبه که حتما اگر ثبت نکرده در واقع کارش رو، محل سکونتش رو در سامانه املاک و اسکان، بره این کار رو انجام بده. و حالا بانک مرکزی اولین گام اجرای این قانون را برداشته است. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما. آمادگی 14 شرکت هواپیمایی داخلی و 2 شرکت خارجی برای پروازهای اربعین امسال. مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی از آمادگی برقراری 4000 پرواز از فرودگاه امام در بازه زمانی اربعین خبر داد و گفت در پارکینگ پایانه سلام ظرفیت پارک 11000 خودرو برای زائران به صورت رایگان وجود دارد. فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین هم به صورت محدود برای 3 مرز شمالی تمرچین، باشماق و خسروی از امروز آغاز شد. به گفته مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری، فروش بلیت اتوبوس به مقصد مرزهای ششگانه غربی پس از تعیین قیمت از 10 مرداد در کشور آغاز خواهد شد. کاهش مدت زمان تردد در مسیر ایلام مهران با تکمیل طرح‌های زیرساختی این محور. در آستانه سفرهای اربعین تردد در مسیر 102 کیلومتری ایلام مهران که سالهای گذشته در برخی مواقع تا 16 ساعت هم طول می‌کشید اصلاح و آماده استقبال از زائران حسینی شده است. مسیر ایلام مهران، مسیری 102 کیلومتری که هر ساله از پرترددترین مسیرها به ویژه در ایام اربعین. ترافیک خیلی شلوغه. مسیری که سالها بار ترافیکی چند کیلومتری را به دوش می‌کشید. ایلامو که رد می‌کنی به بعد ترافیک. و حالا امسال با هدف کاهش و روانسازی ترافیک، طرح 4 باندسازی این مسیر به بهره برداری کامل رسیده. سال گذشته که ما اربعین می اومدیم
واقعا جاده ناهموار بود، بعد تک بانده بود. جادهش توی این دو سه سال خیلی بهش رسیدن. پروژه های مهمی که خوشبختانه از پارسال تا الان به اتمام رسیدن، مسیر رو کلا تا مهران به صورت چهارخطه داریم. تونل شماره یک محور ایلام به مهرانه که حدود 844 متر طول داره، کاملا تکمیل شده و در اختیار ترافیک قرار گرفته. تصحیح و تعریض نقاطی چون بانروشان، پل کنجانچند و سایر نقاطی که سالهای گذشته پر ترافیک بودند، حالا با اجرای عملیات‌های عمرانی و احداث پل‌ها، امسال زائران این مسیر را در مدت زمان کوتاه‌تری طی می‌کنند. تقریبا 3 سال پیش این مسیر رو شاید بعضی ها 15-16 ساعته طی می‌کردند، اما خوشحالیم که سال گذشته حدود 1 ساعت رو بود و امسال مطمئناً این مسیر خیلی کمتر زمانی بره. راحت تونستید تا اینجا بیایید؟ عالی بود. خیلی مسیرش خیلی خوب شده. این روزها با نزدیک شدن به اربعین حسینی، اداره کل راهداری هم دست به کار شده. روکش آسفالت 200 کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان ایلام و همچنین 3000 کیلومتر خطکشی در دست اقدام می باشد. مسیر پل زائر تا پایانه مرزی مهران که سالهای گذشته زائران مجبور می شدند در برخی ساعات آن را پیاده طی کنند، امسال تعریض می شود. از مهران به مرز را هم چهارخطه داریم، اما بر اساس تصمیماتی که اتخاذ شد اونجا را به صورت شش‌خطه داریم، به عنوان یک خط اضطراری کار می کنیم. دو بان داریم، به امید خدا آماده میکنیم. ساعت 12 ظهر، گرما حدودا 50 درجه، اما در این مسیر کار همچنان داره انجام میشه. برای زهرا امام حسین کار میکنیم، بالاخره خستگی نداره. به گفته مسئولان ستاد اربعین استان، هر سال بیش از 60% از ترددها در اربعین حسینی از مسیر ایلام به مهران است و پیش بینی میشود امسال نسبت به سالهای قبل بیش از 10% افزایش تردد در این مسیر رو داشته باشیم. فرانک پیری، خبر گذاری صدا و سیما، مسیر ایلام به مهران. یادواره شهدای عملیات مرصاد و افتتاحیه اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب کشور در یادمان شهدای مرصاد در کرمانشاه برگزار شد. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور در این مراسم گفت در تابستان امسال 100,000 دانش آموز به اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب اعزام می شود. از مجموع 1,000,000 نفر اعزام دانش آموز، قریب به 100,000 دانش آموز در ایام تابستان به اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب اعزام میشن. اردوهای راهیان نور دانش آموزان رو همسو میکنه با رفتار و اخلاق شهدا. وقتی که ما به اردوی راهیان نور میریم، یعنی میخوایم ادامه راه شهیدان رو بدیم. دومین ساله که در اردوهای راهیان نور شرکت میکنم و خیلی خوشحالم. وظیفه ما اینه که راه و ایثار شهدا رو ادامه بدیم. وظیفه ما اینه که دشمن زمان خودمان رو بشناسیم و از فرمایشات مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، چون ما نسل آینده ساز این کشور هستیم. وظیفه ما است بیایم اینجا که باش خاطرات شهدا آشنا بشیم، ببینیم که شهدا از ما چه میخوان. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با طراحی سکوی برنامه‌نویسی مجهز به هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی با زبان بازی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهند. حدود 25,000 دانش آموز در کشور از این سکو استفاده می‌کنند. طراحی و ساخت سکوی تعاملی آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان. 90 تا رفتم راست، 40 تا جلو، 80 تا به چپ چرخیدم. سکوی برخط با هدف شناساندن مفاهیم علوم رایانه و کد نویسی. وابستگی معلم و سخت افزار پیچیده رو حذف میکنه از آموزش برنامه نویسی، یعنی آموزش رو ساده تر میکنه. ساده سازی با زبان بازی برای سنین 9 تا 17 سال. دانش آموز با این سوال داره دستور دادن به کامپیوتر رو یاد میگیره. شخصیت این دستورات رو اجرا میکنه و مقصد میرسه و بهش میگه که ترجمه این برنامه که تو نوشتی به زبان پایتون اینه. مهمترین ویژگی این سکو بازی محور بودن اونه که کودکان هم میتونن مفاهیم برنامه نویسی رو یاد بگیرن و هم میتونن تصمیم ساز بشن. این مهارت حل مسئله و تفکر رایانشی بهش کمک میکنه که توی تصمیم گیری ها تصمیمات بهتری رو بگیره. این مهارت پایه‌ایه که ما توی سکومون بهش تاکید داریم. این مسئله بهمون میده اینجا در مورد چند نفره اتفاقی براشون میفته که به کمک ما میرسن، که مثلا کمکشمون با برنامه نویسی راه حل پیدا کنیم برای مشکلاشون. تصحیح خودکار تمرین ها و امکان پرسش و پاسخ با هوش مصنوعی ویژگی های این سامانه آموزشی است. وقتی که دانش آموز نتونه سوالو حل بکنه، این امکان رو داره که از این منوی سمت راست
از مربیش یا هوش مصنوعی سوال بپرسه. هم میتونه متن بفرسته، هم فایل، هم در واقع به صورت صوتی سوالش رو بپرسه. به گفته مدیران این شرکت دانش بنیان، سکو با هدف رفع نیاز مهارت‌های برنامه‌نویسی در محیط‌های آموزشی ساخته شده. هیچ نمونه خارجی نمیتونیم بگیم این نمونه خارجی رو اومدیم مهندسی معکوس کردیم یا ازش کپی کردیم، کاملا نمونه بومی بوده. نزدیک 25,000 دانش آموز جذب کردیم و روی سامانه دارن از خدمات آموزشی رایگان و غیر رایگان استفاده میکنن. مدارسی که از ما خدمات گرفتن نزدیک به 300 تا مدرسه هستن در سراسر کشور. این شرکت دانش بنیان حالا با کسب دانش فنی میتواند محور بازی‌ها را بر اساس روش‌های آموزشی هر محیط آموزشی سفارشی سازی کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما. برداشت میوه چیکو از باغ‌های شهرستان میناب آغاز شد. چیکو میناب علاوه بر توزیع در بازار استان به مناطق دیگر کشور هم فرستاده میشه. این روزها و در این گرمای تابستان باغداران مینابی مشغول برداشت میوه چیکو هستند. اینم چیکوی خوشمزه میناب. روزی چند کیلو برداشت میکنید؟ بین 100 تا 150 کیلو. الان بار ما فرستادیم کلا به مشهد مقدس، بعد کیلوی 75 تومن در حال حاضر فروختیم. چیکو میوه‌ای گرم سیری است که به خاطر عطر و طعم شیرین و خواص دارویی مورد توجه قرار گرفته است. چیکو یکی از میوه‌های بسیار پرطرفدار استوایی هستش که خب به واسطه داشتن ویتامین‌های گروه ب نقش بسیار مهمی رو در متابولیسم انرژی و سوخت و ساز بدن داره. همچنین چیکو حاوی پتاسیم و منیزیم خیلی خوبیه که میتونه در کاهش فشار خون نقش موثری داشته باشه. از طرفی چیکو فیبر بسیار خوبی هم داره که میتونه در بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش ریسک ابتلا به سرطان دستگاه گوارش نقش بسیار ارزنده‌ای رو داشته باشه. روستاهای بخش مرکزی میناب از مهمترین مناطق کاشت چیکو در این شهرستان است. چیکو یا ساپودیلا از میوه‌های گرمسیری شهرستان میناب میباشد که به خوبی با شرایط آب و هوایی منطقه سازگاری پیدا کرده. در سال‌های گذشته 56 هکتار از آن کشت شده. فصل تولید این میوه با گلدهی در فروردین ماه شروع میشه و برداشت میوه در تیر ماه و مرداد ماه میباشد. به گفته مدیر جاده کشاورزی شهرستان میناب تا پایان فصل بیش از 400 تن میوه چیکو برداشت میشود. برداشت میوه چیکو تا اوایل شهریور ماه ادامه دارد. ابوالحسن زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میناب.